بینندگان عزیز و گرامی، سلام و درود. با یک بحث تازه با جناب فیاض بهرمان نجیمی صاحب نظر در مسائل بین المللی شما را خوش آمدید میگم. محور بحث جلسه اخیر سازمان پیمان امنیت دست جمعی است که ارتباط میگیره با سرنوشت آسیای میانه و خاصتا خط مقدم بحران که تاجکستان است و همسرت با افغانستان. نجیبی صاحب، از پیمان امنیت دست جمعی شما مطلع شده، در اونجا چی بحث شد؟ درود به بیننده های ارجمند. چیز بسیار مهمه که در این جلسه بود است که خلاف توقعی که میرفت در درون جلسه شگاف بزرگ وجود داشت. کشورهای آسیای میانه به طور خاص کشور آسیای میانه که عبارت از تاجیکستان، قرغیزستان و قزاقستان بودند، اینا در موضع جنگ اوکراین و روسیه در کنار روسیه قرار نگرفتند، اگرچه در یک پیمان هستند. دلیلش چیه؟ دلیلش چند تا چیز هست. یکی است که کشورها، طور مثال قرغیزستان و در قرغیزستان و قزاقستان، آمریکایی ها بسیار کار زیاد کردند. بزرگترین سفارتخانه های آمریکا در آسیای میانه در قرغیزستان است و بعد از او در قزاقستان و ازبکستان. سرمایه بسیار کلان تاجیکستان پس چی؟ تاجیکستان یک خصوصیت داره که تا به حال امام علی رحمان سیاست چند پیکان داره، یعنی همزمانی که با روسیه است، با قطعات روسیه در تاجیکستان وجود دارن، همزمان با یک پایگاه هوایی برای هندوستان داده، یک پایگاه زمینی برای چین داده و کمک های امریکا، انگلیس، آلمان دریافت میکنه. باعث کشور ناداری کوشش کرده که تابال از چند طرف امکانات و کمک‌های را به دست بیاره و این خاطر دیپلماسی میکنه. صحبت را رهبر بلاروس لوکاشنکا داشت در مورد جنگ اوکراین و شدت از کشورها انتقاد کرد که تنها بلاروس در کنار روسیه قرار گرفته. در حالی که ما یک پیمان امنیت جمعی هستیم، باید همه ما مثل همه علیه یکی و یکی علیه همه باید باشد. باعث شد که در اونجا مشاجرات رخ بدن. فیصله اصلی چی شد؟ امیر دو چی را میخواییم بگویم که پس در این قسمت برسیم. کشورهای آسیای میانه کوشش کردن که با چی پاسخ ندن، ولی پاشینیان پاسخ داد که در جنگ قره‌باغ هم موضع‌گیری بجز از روسیه که در حمایت چی آمد، متوقعی که امیر کشورهای پیمان امنیت دست جمعی اینا حتی به آذربایجان سلاح فروخته بودند که سلاح از اونا در علیه ارمنستان استفاده شد. بنابراین اینجا نشان داد که یک شگاف وجود داره. اما قسمه که سابقا درباره از این ساختار میافتند که یک ببر کاغذی هیچ کار نمیکنه، اونم بزرگترین کار اول آخرش تا بالامو بود که یک برای 4 روز 5 روز لشکر کشی کردن به قزاقستان، دوباره که برگشتن هم قزاقستان حداقل سپاسگزاری از هیچ کدام از اینا نکرد. برطور موقع قزاقستان و قرغیزستان روابط نزدیک با ترکیه هم دارند و ترکیه عضو پیمان ناتو است و ترکیه نفوذ بسیار زیاد در اینجا داره که تاجیکستان، قرغیزستان و قزاقستان کوشش کردن که بحث به طرف اوضاع افغانستان بکشانند. موضوع خطر افغانستان هم مطرح کردند. فیصله بسیار روشنه، نه درباره افغانستان، نه درباره بحران در حال شکل گیری در تاجیکستان، نه درباره مشکل مرزی قرغیزستان و تاجیکستان، در هیچ کدام شینا نتونستن که یک تصمیم گیری روشن داشته باشن. و چی مانند؟ زمانی که صحبت تند لوکاشنکو را ببینین و موضع‌گیری ملایم پوتین، این مانای عزیز که پوتین همی لحظه نمیخواهد که همی سازمان از هم بپاشه. دال که سازمان نیست، یک چیز است در روی کاغذ است. کدام کار خاصی هم تا بالا نکرده، غیر از اون پیشتر هم یاد کردم در رابطه با اوضاع قزاقستان که یک بار از اون را مدتاً از خاطر روسی بود. همزمان با اجلاس سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو، جنگ در سرحدات افغانستان، در بدخشان تاجیکستان، در خاروخ در گرفته. 10 نفر کشته شده، 17 نفر زخمی است، 100 نفر
گرفتار شده از مردم محلی، پس چطور میتونه که سازمان و پیمان امنیت جمعی نسبت به این موضوع یک قسم بی‌تفاوت باشه؟ پس وجودش زاید است. تا بالا خوش این سازمان از سال 1992 که ایجاد شده تا بالا کدام کار خاص نداشته، یک ساختار بروکراتیک بیکاره بوده. اصلا امی مسیر که فعلا وجود داره قارو و طرف اوش، این مسیر مواد مخدر است کاملا. یعنی چه نوع یک جنگ است به نظر شما؟ چند سو داره. یک طرفی است که ساختارهای اسلامگرایی که در افغانستان جا برا جا هستن، همزمان اینا ساختار مافیایی هستن، به این مسیر مواد مخدره کار میکنن. حزب انصار الله تاجکستان بیشتر با مواد مخدره و سنگهای قیمتی مصروف است. اینا همزمان چی هست؟ یک ایدئولوژی دارن، عین چیزی که طالبا هستن، یعنی هم ایدئولوژی دینی دارن و هم برنامه اقتصادی. برآمدن آمریکایی‌ها از افغانستان یک برنامه حال روز به روزی روشن میشن. طالبایی که آمریکایی‌ها میفهمن چی کردن، چی میکنن، چگونه در اختیار دارن. وقتی که سازمان آیسای باشه، سازمان آیسای عقب طالبا باشه و امروز که پاکستان تغییر کرده به طرف دوباره و چرخش داره به طرف آمریکا و انگلیس، بنان این برنامه کلش جریان داره. یکی پشت دیگه در عمق بنان این ساختارهایی که در افغانستان از گروه های مختلف هست، امریکا هیچ وقت برنامه نکردن در افغانستان اینا نابود بکنن، بلکه اینا رو گذاشتن که رشد بکنن، حمایت یا مستقیم یا غیر مستقیم کرده، اینا امروز فعال شده. همزمان یک حادثه دیگه هم رخ داده که مخالفان تاجکستان کمدتن رهبری در خارج است. از شروع احتمالی یک جبهه جنگ علیه دولت سخن گفتن. این موضوع با این چیزهایی که ما شما گفتیم باید رابطه داشته باشه. بدون شک. ببینید دیروز اعلامیه سفرای کشورهای غربی بود در تاجکستان پخش شد. آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، آلمان، اینا از وضعیت حقوق بشری در بدخشان اینا ابراز نگرانی کردن. این همون یک نسخه است، نسخه عمومی است بر کل جای. کشورهای دموکراتیک از دموکراسی حقوق بشر در هر جا دفاع میکنند، اما در اصل این برنامه مداخله است. من پیشتر از سیاست پیکانی امام علی رحمان یاد کردم. اشتباهی که اینا کردنی است که میان دو بر خود یک تعریف روشن از دوست و دشمن ندارد. حتی روسیه دوست و دشمن تا چند روز پیش نداشت. یعنی واقعا نداره یا یکی همی تو نشان میدن؟ واقعا ندارن. خب پس اگر پاکستان تصمیم بگیره از استقامت افغانستان داخل شود تاجکستان، از تاجکستان کی دفاع میکنه؟ ببینن یکی دفاعی است که از تاجکستان اول خودشان باید دفاع بکنن، دوم هم در عقبشان روسیه قرار داره. ما به این موضوعی که پاکستان مثلا به طرف شمال بره زیاد برش باور ندارم. مهمترین چیزی که برش وجود داشته همین عقبگاهش بوده که عبارت است از عمق استراتژیکش در افغانستان حوزه پشتونا بوده. از اون فراتر پاکستان رویایی. پس چطور تازه قمر بجوا کت خلیلزاد جور آمد، کت امریکا جور آمدن، عمران خان را زدن، وارد یک مرحله نو شدن؟ خب معلوم است که تخته خیز عملیاتی شمال افغانستان است. یک توضیح پیش از این را میکنم، بعدا بمی پاسختان میم. ببینین چیز بسیار جالبه که هست، سی جین پین رهبر چین در گذشته چی خود کاری خود یک دوره سفیر بوده در پاکستان، شناخت بسیار دقیق داره، بعدش هم در بریتانیا بوده، شناخت دقیق داره از هر دو کشور. سی جین پین زمانه که یک راه یک کمربند مطرح میکنه، یکیش از طریق چند بارا ما شما صحبت کردیم از بندر گوادر از با چین، یه از مناطق پشتون نشین میگذره. حالا من میبینم که آوردن عمران خان به قدرت توسط چی صورت گرفت؟ توسط چین صورت گرفت. بعد برنامه کلان چین برنامه پشتونی بوده در پاکستان و در افغانستان. و چیز بسیار مهم است که عمران خان تمام فاکتا نشان میده که یک مقدار تمایلات قومی پیدا کرده بود آخر به طرف گرایش قوم پشتون، و ایره جلوش از یک سو گرفتن نظامی پاکستانی،
از طرف دیگه این آدم داخل یک برنامه چینایی بود و این برنامه چینایی باعث از این میشد که کاملا منافع امریکا و بریتانیا را بخش کنه. یعنی در خطر قرار بود، در خطر قرار بده بخاطر که از نقطه نظر اقتصادی هم درکش همی بوده که مناطق قومیش با سرمایه گذاری 50-60 میلیارد دلاری که تنها چین میخواست بکنه، این از نقطه نظر از این منطقه میگذرد. بنان چینایی ها به امی اساس روابط را از سال 2016 با چی ایجاد کردن، با طالبان ایجاد کرد. بنان اینی قسمت است که پاکستان خلیلزاد با باجوا که صحبت میکنه، چون بحران اقتصادی در پاکستان وجود داره، امریکا اینمی چیاره اینمی امکانات برای پاکستان میده که در اعضای از او باید از تغییر حکومت بیه و یک کودتای نرم صورت میگه. خب این حال که هدف امریکا این چی است؟ خود هدفش بسیار روشن است. ببینید پاکستان یک مقدار با عمران خان زیر تاثیر روسیه و چی قرار گرفت؟ چین. اون چین قرار گرفت. امی برنامه اقتصادی را که روسیه با روسیه میخواست انجام بده، گاز و نفت و اینا که از روسیه چین می آورد، امی پایان دادن و تشنج میان هند و پاکستان یک ضربه بسیار بزرگ است بر صنایع نظامی غرب. صاحب استراتژی که پاکستان انگلیس است، کشور گارنیزونی انگلیس نیست، تکلیف از او چی میشه؟ خب دو چیز است. یکی است که پاکستان از نقطه نظر نظامی به امریکا وابسته است، اگرچه که برنامه تولید سلاح‌های مختلف چندین نوع هواپیمای جتای جنگنده و اینا رو با چین داره و اینا، اما سلاح مدرن تکنولوژی را که نیاز داره اونا را از چی پدست نره. این پاکستان خود در این نقطه میمانیم که موضوعش روشن است. یادمان را که اخیراً ایران یک کارخانه تولید تیاره به سرنشین در تاجکستان جور کرد. با این چیزایی که ما شما صحبت میکنیم، قبلا رابط ایران و تاجکستان هم سخت شده بود، حتی تیره بود. این به چی معناست؟ با چیزایی که ما شما بحث کردیم چی رابطه داره؟ بسیار خوب بزرگه، چون ما پیشتر میخواستم که این قسمت دوره بیایم به این رابطه چی بکنم، که شما یک برنامه داشتین در رابطه با این که روسیه از سوریه بیرون شد. روسیه قواش از سوریه کم کرده، اما برآمدن به این صورت نمیکنه به خاطر که در تارتوس و همیمیم دید لازقیه بنادره که داره، او به مخاطر رفت که برنامه اقتصادی قطر توجه قطر بکنه که پایپلاین کشته نشه به مدیترانه و در برابر روسیه قرار نگیره پایپلاین گاز. موضوع بسیار مهمی است که از زمان که رئیسی و وایس رئیس جمهور آمده، رئیسی یعنی خط امام، جریان نزدیکی نظامی و پیمان نظامی روسیه و چی بیشتر است، روسیه و ایران سرعتش بیشتر است نسبت به نزدیکی چین و روسیه. برای روسیه ایران امروز یک مدل است، هم در موضوع اقتصادی. امروز روسیه تمام، چون ایران بسیار تجارب خوب از تحریما داشته، کارشناسای روسی رفتن اونجا بیاموزن. آله چی کاره است که باید بکنن؟ روسیه یک مقدار ایران را کنترل میکرد قبلا، اما بعد از آغاز عملیات ایران از کشورهایی است که در قلی روسیه قرار گرفت. روسیه حوزه نفوذ خود بجز از حضور که ایران تهدید نشه در سوریه متوقع به ایران واگذار میکنه، که باید امی کمربند شیعه از عراق و سوریه تا به چی را وصل شد، تا به لبنان. تاسیسات تاجیکستان هم بخش از ماست؟ بله، به او خاطر تاسیسات تاجیکستان آسیای میانه، چون روسیه میفهمه که ترکیه بازی میکنه و تمام چی از کارشناس های روسی هر روز در اشکال مختلف بازی های بسیار اردوغان هم رویش تبصرهایی میکنن که میبینن که والای روسیه احریم هوایی و زمینی خود بری خود بسته کرده. ترکیه و انگلیس هدف بزرگی را در آسیای میانه دارن و روسیه به تنهایی خود این کار را نمیتونه. آسیا اختلافات تاریخی که ایران و ترکیه داشتن، ایران باید از در برابر نفوذ ترکیه استادگی بکنه و این
این امکان است که ایران امروز برش امیر با یک توافق است که رسیدن که از سوریه تا به تاجکستان ایران باید فعال شد. چون بسیار اینجا یک از یک باریکی میریم به طرف مشترکات ترکیه و انگلیس که شما اشاره کردین. با حساب جلسه اخیری که در انقره با حضور سیاسیون در تبعید افغانستان اونجا برگزار شد، با این مشترکات ترکیه انگلیس و این بازی که تا حال شرح دادیم چی است؟ چند وقت پیش یکی از نزدیکای مارشال دوستم در ایران دستگیر شد. او متهم به این است که سربازگیری به نفع اوکراین بر جنگ اوکراین میکرد. تا به حال را مارشال دوستم موضع‌گیری در این مورد نکرد روشن. اگر کرده من چیز ندید. مارشال دوستم بسیار روشن نمیتونه که از ترکیه علیه ترکیه حرف بزنه، به خاطر که تمام سرمایه‌اش در اونجاست. از هتل ها گرفته تا جای دیگه شما خبر ندارم، حداقل در مورد هتلش خبر داد. حال مهمترین گپی است که چهره هایی که در جمع وجود داشتن، طور مثال استاد سیاف از گذشته دو حرف شنیده بودم، در جهاد بود، از اون وقت گفته می شد که نی بیشتر نزدیک است با کاجبه. این گذشتهایش با اونجا است، ولی پس آنها رکادم می بینه که امی نزدیکی با هندوستان نو چهره ها در هر کشور برن استخبارات همون کشور های به اینا اول رسیدگی میکنه. اما در مورد یونس قانونی، درباره یونس قانونی کاملا حرفای روشنه از طرف خود سری از کسایی که در جهاد در جمعیت اسلامی بودن وجود داره که همیشه نزدیک بوده با انگلیسی ولی مسعود او کسی بوده که با انگلیسی نزدیک بوده. رحمانی مثلا اقبال صافی رو نمیشناسم. اینا خوب حداقل چیزایی هستن که چی دارن. حتی محمد نور، اگر شما در افغانستان بودین، حداقل مزار رفته بودین، در مزار در سه گروپ سه چی بسیار قوی بود که حتی محمد نور نگاه میکنن، و جز از کمپ آلمانا امریکایی ها بودن، انگلیسی ها بودن و فکر میکنم قطری ها بودن. من در سال 2014 رفته بودم، علاقه من شدم یک مقدار زیادم در این مسائل، اطلاعات بسیار جالب هم اون وقت پیدا کردم. حرکت مقاومت در رأسش مسعود است، احمد مسعود است، این حداقل در حوزه تسلط روسیه و تاجکستان است. اینمی برای نمی برنامه است. یک دفعه برنامه چند وقت پیش شما در از طریق سادات اینا صحبت که این برنامه دوم است که این را ضعیف بسازن و حداقل این گروه کوششان، تمام کوششان این بوده که احمد مسعود به حیث رهبر نپذیرد. شکل بسیار روشن جامعه پاترومینیال را که کلانا و ریسفیدا در اونجا نقش دارن او را چی میکنن تمثیل میکنن؟ درست است. پس به حساب اینا قرار است یک جلسه دیگه ایرم در یکی از جاها در کشور خارجی دیگه بگیرن، یعنی این زنجیره ادامه پیدا میکنن. پس تاثیراتش بر جنگ اندراب و شمال چی خواهد بود؟ اینا وارد میشن از اگزاوی یا ای که فقط در حد تبلیغات باقی میمونم؟ یکی در مورد جلسه آینده است که یک چی وجود داشت که من میفهم که بسیار امید بستشته بود که یک ملاقات را با حضور احمد مسعود صورت بگیره که چند از انیا بود که یک دفعه در ایران، تاجکستان، در استانبول بالاخره به این نتیجه رسیدن که ویانا یا وین اتریش صورت بگیره و اون بخواست یونس قانونی بود. یک بار اونا یک برنامه یک کار کردن که مورد تایید احمد مسعود قرار نگرفت، به خاطر از اینکه مثلا میخواستن سرش کلاه بگذارن، اما بار دوم به توافق رسیدن. اگر او جلسه دایر شود که احمد مسعود در اونجا اشتراک بکنه، حداقل یک چی است که اینا به شکل غیر مستقیم او را به حیث رهبر میپذیرن. اما وقتی که اگر او نباشه، مانای عزیز که اینا رای خود میدن و اینا مشکل کلانه که دارن. شما بسیار زیبا کل چیزا را توضیح کردید، از او که بهتر در صحبت قبلیتان که بود آدم نمیتونه چیز بگویه. اینا چرای بدنام هستن؟ زمانی که برشان پول برسن، اینا از دوران جهاد با بوجی پول عادت کردن، از پاکستان پول روان میشد، محاسبه هم نمیشد. یکی از مشترکات هر دو طرفی است که اینا هم از حکومت نامتمرکز صحبت میکنن و جبهه مقاومت هم صحبت میکنن. این یک مخرج مشترک شانه. اما موضوع اساسی روی رهبری است.
اینا تمام تلاشش نیست که احمد مسعود در که آل در یک حلقه مخصوص بین جوانان پذیرفته شده به حیث رهبر یک ساختار، ساختار نظامی سیاسی. اینا میخوان که نمیر پایین بسازن. احمد مسعود در یک شورا، در یک حلقه بیارن، در اونجا در درون از او حلش بکنن و خودشان آرام آرام رهبری رو بگیرن. این یک چیشان ممکن است که یکی از استراتژیایشان باشه. ولی این استراتژی در بیرون ساخته میشه. این استراتژی با رقم ساخته میشه که میخوان که عمدتاً خود مقاومت تحت کنترل داشته باشند. مقاومت با یک سازش ببرند با طالبا با مو مسیر استراتژی بزرگی که کشورهای معینه مثل امریکا و بریتانیا میخوان که در جنوب دوباره ایجاد کنند. بودنشان در افغانستان حق فایده نداشت که نبودنشان با این بازی ها فایده داشت. ایندی ها هم در جرگه ایران و روسیه بسیار فعال است. جلسه ای که در ترکیه بود با حداقل با مقابله 3 کشور مواجه است. روسیه، ایران و هند است. دیگه ما اگر قرار باشه که پیشبینی از جنگ کلان باشیم که جنگ آمدنی است، محورش پنشیر و اندراب است فعلا. گرچه اکمالاتش ضعیف است، محور است همی از بین نرفته و هر روز همی تو فربه شده میره. اگر این جبه قوی شده میره، این پروژه امریکایا، پاکستانیا و انگلیس ها رو که شما گفتین در شمال ضعیف میشه. یعنی باز هم یک جنگ چندین کشور علیه چندین کشور متمرکز میشه بر شمال. با این اوصاف، یعنی با این محاسبه، ما منتظر چی چیزی باشیم؟ یک طرفی است که ما جنگ به خاطر اینمی جنگ علیه طالب میبینیم، اما من باز وقت ایره را عمیق‌تر میبینم به خاطر از اینکه ما در جهان به یک سمت میره که افغانستان، همی جغرافی های بنام افغانستان از اون بیرون نیست. نسل کنونی بشری هیچ کدامش بیاد نداره و جز از اسناد تاریخی که یک بحران بسیار بزرگ در سال 1929-1931 در جهان اتفاق افتاده بود. امروز ما در جهان چی هستیم که هر روز روی بحران مواد غذایی و فقر صحبت میشه. ما انفجار اجتماعی جهانی که صورت میگیره افغانستان خالی از اون نیست. این در یک حالته که مردم های فقیر باشن، او را شما هیچ کس نمیتونه به کنترل بکنه. اینجا یک عرج مرج میتونه به وجود بیاره که نه دیگه مقاومتی رو کنترل میتونه، نه طالب میتونه کنترل بکنه، نه غرب. به خاطر از اینکه ببینید یک چیز بسیار ساده رو براتون میگم، شما در خبرها هر روز میشنوین که غرب میخواد بس هر گونه یک شده 20 میلیون تن گندم بندر ادیس اوکراین به اروپا. به خاطر که اروپا با 20 میلیون تن گندم ضرورت داره، اما این که 6 میلیارد نفوس جهان در جنوب بدون گندم هستن و از اینا اهمیت نداره. ببینید هندوستان مثلا گندم خود قطع کرد، صادرات گندم خود، به خاطر از اینکه هم خشکسالی هم وضعیت جهانی، وضعیت طبیعی جهانی، همش عوامل مختلف باعث شده که به صورت وحشتناک غله در جهان کم شود و کشورهای عقب مانده غله خور هستن. تکلیف افغانستان که در مجموع گشنه است شکل خود. به می خاطر امی چیز را شما برازی ایش کس امی وحشت را که آدم در عقب از این وحشت اقتصادی را میبینه ایش قابل چی نیست. ببینید طالبا پول ندارن، پول در افغانستان کمبود وجود داره و اینا پول چاپ کردن نمیتونن. پری روز یک کس بر من از کابل قسم میکرد که مواد غذایی از 2 سال پیش تا بالا زیاد بلند نرفته. من گفتم مردم بود اما توان خریدش نداره. این حال شما در یک جای از فقر میرسین، در یک نقطه از فقر میرسین، مثل سریلانکا منفجر شد، مثل که حالا در نیپال حالت انفجار است. هندوستان که به گندم خود نگاه کرد به خاطر که انفجار اجتماعی رخ نده، اما پاکستان 2 میلیون تن گندم کمبود داره. اندونزیا به همین شکل. شما افریقا را در مجموع فکر بکنید. این که مثلا ترکیه، مصر، عربستان سعودی، اینا یک بخش از چایشان دیست که با روسیه همسویی میکنن، دلیلش است که گندم از روسیه میگیرن. بنان این کشورهایی که غنی هستن اینا میتونن خود تامین بکنن، اما کشورهای فقیر چطور میشه؟ افغانستان که هیچ چیز حال نداره، قزاقستان که گندم میداد خودش در امسال در خوش داره. به نظر شما چی میشه پس افغانستان؟ حالا خب ملل متحد سازمان های امداد میان
لااقل نان خشک داده میرن به مردم. خوی تا چی وقت میتونن؟ زمانی که سازمان ملل هر روز اعلان میکنه که غله در حالت کمبود است. مواد غذایی بسیار بعد از جنگ اوکراینی کار شده و همیاله ما که یعنی مثلا در استرالیا هستیم یعنی نان تقریبا 30% قیمت زیاد شده. این ازی هم ممکن است بیشتر شود. یعنی با یه اوصاف شما صلح و ثبات یه وضعیت در امی حوزه افغانستان با توجه به قحطی نان و غله چه رقم ما حوزه داده بیشترم برتان عرض کردم که خب مثلا امی نسل جوان 40 سال حداقل 40 سال در افغانستان داره، اینا بعد از او که بزرگ شدن و مثلا دست راست چپ خدا فهمیدن و رفتن دوران 20 سال اخیر دانشگاه رفتن، اینا سیستم درسی در اونجا طور نبود که بسیار اطلاعات کافی داشته باشن. اینا جهان تاریخ جهان تاریخ کسایی که حتی اقتصاد خواندن اقتصاد درست نمیفهمن، اقتصاد یک سو میبینن، چون اقتصاد بازار آزاد خواندن. بله ما شما از نسل هستیم که حداقل با نظریه مارکسیستی آشنایی داریم و ما جهان نمیفهمیم که با کدام وضعیت است، میتونیم دیده بتونیم. این حال امی موضوع ببینید بایدن 2-3 بار در صحبت‌های خود یاد کرد که این نوع بوران بعد از 5 تا 6 نسل بعد میاد. دار که مارکسی را بنام بوران‌های ادواری کپیتالیسم گفته بود. بنام این یکی از بوران‌های ادواری است که تمام سیستم کپیتالیسم در بوران فرو رفت. آغاز شده این فرو میره. و امی رکود که امروز در امریکا است، رکودی که در اروپا است، رکودی که در استرالیا است، بیشتر بست پیدا میکنه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه. اما در کشورهای جنوب که چیزی وجود نداره، اولین بار است که در گذشته از نقطه نظر تئوری مارکسیستی انفجارات اجتماعی در درون جوامع سرمایه‌داری رخ میداد، اما جامعه فقیر است، فقر صورت میگیره. این کس پیش بینی کردن نمیتونم. به اون خاطر در افغانستان از یک سو من زمانی که مسائل مقاومت می بینم، طرف دیگه ای است که کسایی که هیچ مقاومت هم نمی کنند از گرسنگی فردا اونا با چی میان. می بینید در یک هفته است در ایران چی میگذره. در ایران به خاطر افزایش قیمت ها یک نوع شورش های به وجود آمده. اینی مسائل است که آغاز است، آموز ما در مرحله آغاز است. باید ببینیم که از اینجا ما چی گونه بیرون میشیم. آیا ما می جنگ ها امی استراتیجی ها در میره یا ای که این جنگ اوکراین یک طرف تمام قطعه را جمع کرده دوباره تقسیم میکنه. چند روز پیش کیسینجر هم بسیار واضح گفت که ما دیگه در جهان جدید زندگی میکنیم، یا ای که از اینجا ما میریم به طرف جنگ های بسیار وحشتناک گروهی درون کشورها و این بی‌ثباتی های مختلفه که جهان به یک حرج و مرج میکشه. کسی که این را پیش بینی کرده نمیتونه. و در درون افغانستان هم هر نوع بازی هایی که هست، یکی هست که خب تلاش صورت میگیره که این جا بجا شود، نیروها جا بجا شود، به نظمی انتقال بکنن به آسیای میانه که کل استراتژی اساس است. خب پس به این اوصاف همین کل گپه که در آخر جمع بندی بکنیم، مقاومت و حوزه شمال و جنگ احتمالی چی گونه تعریف میشن؟ اول یک مشوره بر مقاومت اگر بتونیم، به خاطر از اینکه حداقل مقاومت ما شما به من چی هستن، ما به این باور هستم که احمد مسعود کس است که هنوز میشه که روش حساب کرد و حداقل حمایتش کرد، به خاطر از اینکه کم گپ میزنه اما چیزی که داره همیست که شما بسیار دقیق معرفی کردین که دستش پاک است و کدام چیز نزد پدر برش مانده و نه حال خودش داره، اما امکاناتی هم فعلا داره در جای باعث میمان زندگی میکنه. ولی مشوره با ای است که ای آدم باید است که کوشش بکنه که اینی طرف توسط یک تعداد کارشناسا بحران اقتصادی در افغانستان در وقوع است، ای را به نفع مقاومت ازش استفاده بکنه. اگر که شورش های رخ میده، شورش ها را ای کانالیزه و نفع خود بکنه. این بسیار مهم است. اینجا است که هنر چی را داشته باشه، هنر سیاسی را داشته باشه، باید از هنر جنگ هم داشته باشه، هنر سیاست هم داشته باشه. و اینی موضوع است که باید از متوجه باشه، از این بهتر استفاده میتونه، به خاطر از اینکه شما میفهمید که میال طالبا بسیار وضعیت چی دارن، وضعیت خراب دارن.
و اینا حمایت امی ادخل پول که از پول مافیایی است از اونمو استفاده میکنن، دیگه منابعی ندارن. بسیار خوب. یعنی اگر قرار باشه شورش اقتصادی در راه باشه، یعنی یک اختشاش اجتماعی، اینمی شورش طوفان گرسنه‌ها مقاومت و خود طالبان را در شکم خود میبره، همینطور منظورتان است؟ منظور من این است که ما هنوز پیش بینی کرده نمیتونم، به خاطر از اینکه من روی فاکتای تاریخی گذشته صحبت میکنم. احتمال نه بله، بحث ببینیم احتمالی. در گذشته ها از نظر تاریخی جنگ های رخ میدادند، به اساس نظریه ابن خلدون که شهرها و بادیانشینا بودند معمولا بین از اینا جنگ های صورت میگرفته، که تقریبا همین تئوری از او کاملا برای حوزه ما میخوانند. و در اینجا فقر با وجود می آمدن، مردم قیام می کردن. در این مورد در سیاستنامه را که نمسته یادم رفت نظام ملک می گه که همیشه قیام صورت می گیرن علیه یک مستبد و بعد از او دوباره مستبد جدید را جا می کنن. اینمی فرضیه در افغانستان در حالت وقوع است. بسیار تشکر آقای بهرمان نجیمی از صحبت ارتباط محور که در چند مورد صحبت شد، از شما تشکر میکنم و با قید نکته که در تاریخ افغانستان شورش مثلا انقلاب گرسنگی هیچ وقت نبوده، به هر حال امیدوار هستم که آلی هم اتفاق نیفته، چرا بارش هیچ کس برداشته نخواهد توانست. و با امی نتیجه گیری کلی ما صحبت خود با پایان میبریم. ممنون شما.